سرگردونم، بی پول و بی نونم، توی خیابون آواز میخونم. دنیا پر از رنگه، هر کی یه جولنگه، درد بی پولی رو من خوب میدونم. چون شماست پول داره یا همه چیز براست، اما یکی چون من میمونه روز و شبش تو فکر نونه. اگه پولی من داشتم توی خونه میذاشتم که یک روزی خواستگاری برام برن دلشاد، لباس مشکی بپوشم منم بشم دامان. جون داداش دونه بخر، پولای بی حساب و ببر. کی میدونه فردا چی میشه، اینجا چی و اونجا چی میشه، که شاید از این دوزن بشیم ما کلی پول دار، گرسنه مونده و بیچاره مادرم خونه. خودم ببین بی لباسم، خدا که میدونه. وقت آزمایه برلی با 2 تومن بیدید بدم پدر. اجاد بشه جون چشمامو ببندم بعد بیدید بردارم. انشالله این دفعه دیگه با آرزو میرسم. بابا جون حتما میخوای با این پول خونه بخری و زندگی برای بچه ها رو برا کنی؟ نه بشه جون، تو داری اشتباه میکنی. من میخوام با این پول دوماد بشم و یه عروس خوشگل 7 ساله به خونم بیارم. نفهمیدم میخواد چی کار کنی؟ مگه کاری میخوام دوماد بشم؟ ولی تو هنوز زن نگرفتی؟ نه قربونت برم، من هنوز پسرم. قربون این دختر اربابم برم، هزار مشاله مثل کب که میخرامه. باغ دعوا جنگوری آتقی. بله بگو راننده بیاد. اگه برای خرید میرین منم باهاتون بیام. نه جونم، میخوام برم خونه پری خانم. اگه بابا کارم باشه اونجا. باشه نرگس، نرگس، نرگس. بله آتقی. اوخ الهی قربون آتقی گفتنت برم. گرد قلمبه کجا رفته بوده؟ باز اول شد آتقی. رویا خانم داره نگاه میکنه. پس برو به آقا رضا بگو بیاد که رویا خانم منتظرشه. بودو قربونت دارم، بودو ناناز جون. اخریشم نداره چی دیگه. آقا رضا نیست، یه ساعت شما خانمو برده بیرون. حیف که رویا خانم داره نگاه میکنه بلا یه ماچ از اون لبت یاد آتاقی پس چی شد راننده؟ میبینی که دستم بنده هما خانم برده خیابون خانم بله من که به زن بابام گفته بودم میخوام برم خونه پری هزار جور کار دارم 100 دفعه بهت گفتم یه راننده برای ما کافی نیست من دیگه از دست زن بابات خسته شدم به مرگ اون اگر دروغ بگم نمیذاره من سرم بخارونم گفتم برم بر رویا خانم راننده پیدا کنم گفت لازم نکرده کارایی واجب تری داریم برو اینه بخر برو اونو بخر بیا کفشای منو باسن زیبی برنم بکش بالا حالا لازمش اینه خانم جونم من امروزم با تاکسی میرم ولی بعد تو همین یکی دو روزه یه رانندم برای من پیدا کنی خیلی خب منم میرم دنبال راننده قربونت برم خواننده آقا بیلی وقت آزمایه من برم کن آقا جون بلیت بدم بلیت لطفا برید خیابون پهلوی خداحافظ قربونش برم این خالیه چهرمون میمونه خیابون پهلوی میریم بیاین بالا باعث خانوم آقا من اجازه نمیدم مسافر سوار کنی راهشون با شما یکیه بذاریم ما به یه لقمه نون برسیم از این گذشته اینجا سابقرانی است شما که تا شهر بیشتر از 5 تومن به ما نمیدین ولی با تمام این حرفا شما حق نداریم مسافر سوار کنیم بشی بابا حال بیاین بیاین کمک کنین رویا رو بردن اون داشتیه اون داشتیه دوزید خواهش برزارم بازارو میشناسیم کجا میشناسم اون داشتیه آخ رویا رو بردن این خودم ببینم ماشین داره پس را بیا تو خونه است که هواشونه نگم ماشینتون کجا بپر تو خونه بفرمین ببینم سویتاش کو که مگه رانندگی بلدی آره بلدم پس ببینید فروشی نگاهید برای اینکه 3 سال از رانندگی محروم بودم ولی 2 روز دیگه این 3 سال لعنتی تمام میشه چرا از رانندگی محروم شدم بالا بعدا برات تعریف میکنم یالا جوونا همین میگیرم خیلی خواه به من میگه پسر اتومبیل خودمونه خواه جوون رهنا نگفتی تو رو چرا از رانندگی محرومت کردن؟ برای اینکه یه روز یه اسبو زیر کردم. آخه از بس مست بودم جلومو ندیدم. اسمو؟ پس می‌خواستی زنده بمونه. اما خودمونیم ها. اگر پدر مادرش رضایت می‌دادن تو رو از رانندگی محروم نمی‌کردن. ما رو ببین با چه آدم بیشعوری طرفی. چی؟ آشو بابا دل خوشی داری. حیف که ازت خوش اومده بایلا چی؟ بایلا چی؟ هیچی بابا. بهتر از این موضوع بگذری. ترسیدی آتاقی؟ یواش نمالی یواش روز بله هم رو بگو بفرمایید دیگه فرمایشی ندارم. خیلی ازتون متشکرم. هیچ وقت خوبیتون رو فراموش نمی‌کنم. این حرفا چیه؟ ما وظیفه‌مون انجام. با وجود این از کمک امروزتون خیلی ممنونم. خواهش میکنم این مبلغ ناچیزو به هر عنوان که دلتون میخواد از من قبول کنید. اولا نش ما تا حالا از این پولا نخوردیم خانم، من بعدم نمیخوریم. ما کار میکنیم، زحمت میکشیم که دست گدایی پیش کسی دراز نکنیم. از اون گذشته ما هر کاری رو برای پول نمیکنیم. برای همینه که اون بالاها یکی ما رو دوست داره. منظورم دوست کریمه. قربونش برم هنوز نشده یه روز سورساتمون رو لنگ کنه. همیشه به فکر این نوکرش بوده و هست. خب ما مرخص بشیم. خداحافظ نفله. در و داغوم من میگه نفله. خب یه لحظه صبر کنید. ببخشید. این دسته بلیتتون چنده؟ 25. همشو بدین به من. چشم. ان شاءالله برنده بشید. متشکرم. اینم پولش. خانم الان یه دسته یه در میاره عجیبش. اینو من میشناسم. اینا زیادیه خانم. بگیری. یه چیزی می‌خواستم بپرسم. بفرمایید. اون سه نفر شناختیم، همونایی که شما رو دزدیدن؟ نه، ولی دستور دهنده‌شون رو میشناسم. کیه؟ زن پدرمه. زن پدرتون؟ اون تصمیم داره منو که تنها وارث پدرم هستم از بین ببره. برای همینم با برادرش و رئیس کارخونه دست به یکی کرده تا منظورش عملی بشه. آکی، تو دنیای ثروتمندا چه خبرایی هست ما نمیدونستیم. یه دسته در آورد. بله، اون میخواد تمام ثروت پدرم رو تصاحب کنه. آخدا به چون اینا تقییم خیلی ششتت. ما نمیخوایم اینقدر پولدار بشیم که عده‌ای به خاطرش به جون هم بیافتن. همون یه لقمه نونی رو که برامون میرسونی از سرمون هم زیاده. میدونید خانم، دنیای ما بی پولا با دنیای پرزرق و برق شما خیلی فرق داره. خب دیگه فرمایشی نیست. اسم شما چیه؟ ممکنه به من بگید؟ جعفر، ولی برای خدا سلام میکنن جعفر جنی. بفرما آقا رو. چی شده؟ ببینم نکنه راستاسی جنی باشی. جن پدرته. باز من شوخی کردیم. ببخشید دیگه. ممکنه آدرس منزلتون رو به من بدین؟ شاید بهتون احتیاج پیدا کنم. اونو که بله، ما همیشه در خدمتتونیم. یادداشت بفرماییم. بازارچه سید نصرالدین پلوی آبنبار ماهیگر. از هر کی بپرسین جعفر جنی رو میخوام حاجیتون نشون میده. ما اونجا مثل گاو پیشون سفیدیم. ببینم نکنه تو هم از اون مؤمنای مسجد ندیده ای؟ هنوز اسم عید قربون به گوشت نخورده خودت حاجی میدونی. هی حاجیت میکنین. ما رو ببین با کی طرفی. باز من شوخی کردی ها. ببخشید دیگه. خب ما مرخص بشیم. خیلی ازتون ممنونم. فقط هر وقت از این طرف رد شدین سری به ما بزنین. این خونه متعلق به خودتونه. مخش نخورم چون غم خودتون کم. ما احتیاج به خونه و این چیزا نداریم. به نظرم می‌خوای ما رو با اون زن بابا دعوا بندازی. نه. راستی ببینم از این موضوعی که گفتی پدرت چیزی میدونه؟ بله دخترم. من همه چیزو میدونم. ولی تا مدرکی نداشته باشم نمیتونم کاری بکنم. تو فکر می‌کنی من از این زن دلخوشی دارم؟ دلم می‌خواد همین امروز بندازمش بیرون. اگه این دو تا پای من اینطور نشده بود، اگه میتونستم از جان بلندشم بهت نشون میدادم چیکارشون میکنم. آروم باشی. ببین دخترم، حالا تو از طرف من وکیلی به حسابا رسیدگی کنی. به دقت نگاه کن. 2 4 دقت دارم میکنم. 7 8 2 8 برداشت روشته نداره. فکر میکنیم حالا داره. اینم 2 ما بر 1 6م به 6 4م به 4. اوه یه صفرم داره. آها میدونم تو بر این صفر از اون برای نمشه هیچی ها. اوه دیگه اوه 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 ایچی خانم 2,000 هم بودی خانم جون. چقدر شما به من میدی خانم؟ هیچی شو. این تمامش مال جعفر. آخه من این بلیت‌ها رو به شانس خودش خریدم. ولی من فکر نمی کنم اون قبول کنه ها. اون آدم خنگیه. باید برم خونش. هر طور شده من وادارش میکنم که قبول کنه. قبول نمی کنم. چند دفعه بگم قبول نمی کنم. من نمیخوام کسی به هم رفت کنه. من افتخار میکنم که عرق بریزم و کار بکنم، ولی از این جور پولا نخورم. بیا بلیتت هم بردار از اینجا برو. اینم بدون تا وقتی که زندم زیر بار منت 2 جور آدم نمیرم. یکی زنه، یکی هم نامرد. بفرما آقا رو. پول مجانی بهشتن قبول نمیکنه. خیلی حالوی. نه که قبول نمیکنم. ما مثل شما بادمجون داره قابچی نیستیم که از این پولا بخوری. باز من شوخی کردی؟ بدبخشنده که. ببینین جعفر آقا، من به شما احتیاج دارم، از شما تقاضای کمک میکنم. از اون گذشته من تمام اون بلیط‌ها رو به شانس شما خریدم. دست بردارید خانم. ما شانسمون کجا بود؟ اگه ما شانس داشتیم وضعمون بهتر از اینا بود. ما رو مسخره نکن. گوش کنین مادر، شما باید منو به چشم دخترتون نگاه کنید. من یه دختر تک و تنهایی هستم که یه عده مثل گرگ دور و برمو گرفتن و میخوان تیکه پارم کنم. من تو این دنیا هیچ کسو ندارم، نه برادر نه فامیل، فقط متکی به یکی هستم، اونم خداست. خواهش میکنم به پسرتون بگین به من کمک کنه، من به اون احتیاج دارم، میفهمین؟ احتیاج دارم. گریه نکن دخترم، بهش میگم که حرف شما رو گوش بکنه، هر کاری بخوای برات انجام بده. جعفر. بله مادر. ازت میخوام به این دختر کمک کنی، به خاطر من. آخه مادر، تو منو از هر چیزو از هر کس بیشتر دوست داری، مگه اینطور نیست؟ چرا مادر؟ پس بدون اینکه دیگه حرفی بزنی، هرچی این خانم میگه گوش کن، فقط همین. چشم مادر. متشکرم. هیچ وقت این لطفتون رو فراموش نمی‌کنم. برو دخترم، اون در اختیار توست. برو. حالا اجازه میدی نقشه‌مو برات بگم؟ بله بگو. من تصمیم دارم تو رو پسر عمه خودم معرفی کنم. پدرم از این موضوع اطلاع داره. فردا هممون میایم فرودگاه. آخه قراره که تو فردا از اروپا بیای. شما هیچ کدومتون به درد من نمیخورید. باید نقش دیگرونش را که برای یکی برام. ببین آبجی جو قربونت برم. آخه ما خودمون برای از بین بردن رویا که اقدام نکردیم، بچه‌ها این کارو کرده بودن. ولی از بچه‌ها یه نفر به کمک تقیه میرسه، ما دختره رو با دیگه نجاتش میدن. آخه ما چه تقصیری داریم؟ هر وقت به بنبست برمیخوریم فوراً با این حرفا خودتون تبرئه میکنید. من جای درمایی کردم. هنوزم دیر نشده. بازم میتونیم منظورت عملی کنیم. من بهت قول میدم در اولین فرصت کلکشو میکنیم. اون مثل یه پرنده تو چنگال خودمونه. بله من نقشه بهتری کشیدم، از همین امروز شروع میکنیم. ولی به نظر من باید یه چند روزی دست نگه داریم، یعنی ترمز بکنیم، چون همون طوری که خودت گفتی امروز پسرش بیاد و باید بریم به فرودگاه. پسر چند روز اینجا میمونه؟ بابا جون پسر چند روز اینجا میمونه؟ 20 روز بیشتر مرخصی نگرفته. ببینم چرا باید چند روز دست نگه داریم؟ چه بدونم؟ به خاطر اون پسره؟ بله. آخه این چند روزه رویا از پسرمش جدا نمیشه، میخواد اونو این طرف اون طرف ببره. آخه 10 سال پسر ایران نیومده. پس درسته، حق با توه، چون ممکنه در این چند روزه نتونیم اون موقعیت رو که میخوایم به دست بیاریم. پس باید صبر بکنیم تا جعفرخان گم به گور بشه. بله. ببینم تا حالا تو اون پسره رو دیدی؟ نه. آخه اون 10 سال از ایران خارج شده، در صورتی که من 6 سال با فخرالدین ازدواج کردم. پس هنوز افتخار آشنایی آقازاده رو پیدا نکردی ها؟ میخوام 70 سال سیا پیدا نکنم. خب را بیفتین دیر شده، اونم منتظرم. بگم که به جمشید خواهد دستور نمیدی که یک کمی به ما پول بده؟ باز میخوای بری قمار؟ فقط امشب و گل بیدم به این سر کچلم قسم. خیلی خوب، چقدر میخوام؟ والا چقدر میخوام؟ فقط 4-5 هزار تومن بهش بده جمشید خان. ولی این آقازاده تاله 200,000 تومن پول از من بیشتر گرفته، اگه به حساب صندوق رسیدگی کنن آبرومون میره. مگه بچه نمیدی؟ از صحبم کم بذار. بلبل زبونی نکن، بیا برو بیرون تا ما بیان. قربونت برم آبجی، تو فهمیدی به من گفت بلبل. من بلبلمه، من بلبلمه، شوناندما میخواهم. پس ما باید بریم دنبال نخود قرمز آبجی جون، نه؟ بسیار خوب، ما رفتیم، شما تنهایی هر کاری دلتون میخواد بکنید، فقط مواجبه ما یادتون نره. خدا حافظ شما. برمت میام. خب مگه قرار نبود به حرف من حرف نزنی؟ چرا عزیزم؟ ولی تو هم قول قرار خودتو فراموش کردی. این اواخر زیاد به من توجهی نداری. اینو قبول کن که من نمیخوام کسی از نقشه ما با خبر بشه. من و تو زندگی خوبی در پیش داریم، زن و شوهر خوشبختی میشیم. ولی من طاقتم تموم شده، 3 سال منتظری همچین روزی هستم. معلوم نیست که این سعادت نصیبم میشه عزیزم. وقتی فخرالدین و رویا دیگه وجود نداشته باشن، هر وقت محسن پول خواست بهش بده. چشم عزیزم، من مطیع اوامر هستم، تو فقط دستور بده، منم اطاعت میکنم. یادتو آبجی جون رسیدیم. آبجی جون طلبی تبتبی زبطی عده شو ایده فروزگار فروزگار دالا دیده بودی؟ این چه وقت اومدنه خبر مرگتون تا حالا شما کجا تایید داشته؟ بیادم این چجور حرف زدنه؟ آشا بابا تو هم نلکشی داری خیلی بر من قمپوز در میکنی هم چی شده آتوی چرا اینطوری صحبت میکنی؟ میخواستی چی بشه؟ پسری نیم ساعت تشریف فرهنگ شده ببینم جعفر نیم ساعت اومد بله با یه هواپیما به این گندگی پس چک و چوره بالا داره کارای گمرکی انجام میده همینجا وایسین الان من میرم میارم چرا از اونم میری گمرک که اون طرفه من میخوام برم چمیدوناشو با خودم بیارم این پسر خیلی خلا چلاتی بود نمیدونم ما یه جنتلمن چجوری باید رفتار کنه اصلا بلد نیست با یه آدم حسابی حرف بزنه اتفاقا مرد خوبیه از بچگی تو خونه ما بزرگ شده و به همه ما خدمت کرده مادرم اونو خیلی دوست داشت بله رویا راست میگه تقی مرد خیلی خوبی منم دوستش دارم جعفر بابا تو چقدر میای اینجا تو این نیم ساعت سه دفعه اومدی اینجا تو زود باش کلم که بگم فکر فامیلت اومدن بیشتر چیه بابا شورشو در آوردی بفرما آقا رو چیه آخه جانی من بیرون منتظرتم گندش در میادم ببینم نکنه تو امروز غذای ناباب خوردی آفرین باریکلا ببینم تو چرا با این هوشت خرگوش نکشیدی باز با من شوخی کردی ببخشین دیگه خیلی خوب بخشیدم بیبرین بزن بریم پسر ببین فاطمه حسب اسباب اساسیت گو اونو جا گذاشتم برو بیار تو چشت نره نظر نمیره برای شیشیل هم بداره بای از بس واسادیم زیر پابون علم سبت شد نگ داده بیدار اومد اونا اومد بجلا حال نده بی ادب ایده از این ور از این ور یلا حیف تیپا خیافه رو سلام السلام و والا سلام بیترم میشی حالی چیزو رفتیزم چرا اینقدر منو میچلونی ببینم این چه خیافه یه درسته همش کلک مرغابیه تقصیر اینه دیگه گوش کن ببین چی میگم اون خانمی که میبینی اونجا وایساده زن بابا میگه بگی زندایی ببین ما رو به چه کارایی وادار میکنی سلام خان سلام زندایی عزیزم وقتی برنامه سلام رفته و چه یاد گرفته ماشاءالله هزار ماشاءالله باید به طریقه دایی جون آفرین گفت اون قربون قدت برم آخ چی شد سلام دایی جون نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود دایی جون تو بچه چرا بیونه ای نداری باتشون کنی خاک برو سرت بکنم مگه من هر کسافتی رو ماچ میکنم بفهم آقا رو چیه؟ تو این 10 سال قیافه داییش هم فراموش کرده جعفر آقا تو چیکار میکنی؟ ایشون جمشید خان رئیس کارخونه هستن به این زودی قیافه دایی جونت هم فراموش کردی بابا دست خوش تو خیلی آدم فراموشکاری هستی به مرگ خودت قسم این یکی رو به مرگ خودت قسم باز من شوخی کردین ببخشین دیگه ببینم پس این دایی جون من کجاست تو منزله نمیتونست بیاد عجب دایی بی‌معرفتی دارم با این که میدونست ما تشریف فرما میشیم چرا نمیاد پیش مازمون چون نمیتونه حرکت کنه الان 3 سال فلج شده هر کاری کردیم خوب نشد الهی بمیرم براش خیلی ناراحت شدم خب پس زودتر بریم من دایی جونمو ببینم باید بریم مهمونام منتظرم آخه میدونی ورود تو جشن گرفتیم نبینم زحمت بکشی بزنیم شما چی صحبت کرد؟ افریقا به اروپا چه مربوط؟ خودت چی صحبت کرد؟ بزمجه ایرونی به آمریکایی چه مربوط؟ تو نون خودتو بخور رمزت شیطان لعنه بر خودت لعنت که 40 تا شیطونو درس میدی بی پدر مرز اینا چی هنجه جمع شدیده چون نمدونه چی؟ فهمیدم داریم پشتر سینما تمدن حرف میزنیم ما با اون سینما بچه محلی نه پسرم منظورم این رقصاست دارم از این مردم به اصطلاح متمدن و امروزی صحبت میکنم فکر میکنن با این قرائت‌فرا میتونن خودشونو مردمی متمدن جلوه بدن یاد اون رقص‌های قدیم بخیر آدمو سر حال میآورد آخه زنده باد دایی جون گل گفتی معلوم میشه شما مثل مخلصت عاشق رقص و آواز ایرونی هستی الان نوکرت با یکی از اون آوازهای خودش مجلس ول کنین میونه پیست و ول کنین آخ رقصه با نمک اینه بی دوز و بی کلک اینه ببین چه میزونم من برات میلرزونم من آفرخته با نمکینه، بی جوز و بی کلکینه. ای دوستت چه بی خبر و غافلی هنوز، بیگانه از صفای دل و محفلی هنوز. این سرزمین عشق صفا و یگانگی بینم اسیر فتنه راکندرلی هنوز. شیک و تویست و سامبا از دم همه یک جورن، بی مزه و بی نورن. آخ رقصه با نمکینه، بی دوز و بی کلکینه. آخ رقصه با نمکینه، بی دوز و بی کلکینه. قربونه شما، لب کشیدم، نسی، آموزی و نسی، قربونه شما. من مطمئنم که این حرف رو میزنم. من به این پسر مزنونم. آخه چطور ممکنه جوونی بعد از 10 سال دایشو نشناسه؟ جدا مسخره است. این دختری میخواد منو رنگ کنه. باید دورادور مراقب اون پسره باشیم. هر جا میره مثل سایه تحصیل کنه. عالیه، فکر از این بهتر نمیشه. این ماموریت رو به تو واگذارم. بعد باید نشون بدی لااقل عرضه این کارو داری. مطمئن باش آبجی جون، هر جا بره بست سایه دنبالش بیرم، فهمیدی؟ باریکلا، برو ببینم چی کار میکنی. بگم که آبجی جون، به این آقاهنه بگی یک کمی به ما پول بده، آخه این کارا خرج داره. چرا این طوری به من نگاه میکنی؟ با جیب خالی که نمیشه رفت سیاه کسی رو مرزد به چوک. یه مقداری بهش پول بده جمشید خواهد. اطلاع دیدم برسی عبدی جو، خاک من سرم بکنم. سلام جناب، سلام. خب خانم جون، ما برخصیم، میتونیم بریم. بفرما آقا رو، هنوز نیمده میخواد بره. بفرما هنوز اولش آره. اگه بریدی که آبرویی برای ما باقی نمیمونه. راست میگه، اون وقت همه میفهمن که تو قلابی بودی. قلابی هیکلته باسوقه گردی. ببخشین دیگه، ببینم نمیشه نری. تو چقدر ساده ای. جایی نمیخوام برم، زود برمیگردم. مثلا کی برمیگردی؟ ساعت 11-12 که هم نخوابم. لعنت به جیز کم، چقدر زود برمیگردی. کجا میخوای بری؟ هیچ بابا، میخوام برم کافه یه دومی به خمره بزنم و یه خود روشن شم. دواخوره؟ تو هر مشروبی بخوای میگم همینجا برات آماده کنم. کشمش میخوره؟ نه خیر، پاک زندانی شدی. آخه خانم جون، من اینجا با کیم پیاله بشم؟ با این لنده هور؟ خیلی دلت بخواد یه تاق دارم. گوش کنی خانم، من میرم کافه مهتاب، نرسیده به عباس آباد. اگه اتفاقی افتاده حاجیتون رو لازم داشتین، میاین اونجا دنبالش. خداحافظ شما. خداحافظ شما. نشه چه دوری وارد شناشه؟ چی شده؟ نکنه از حرف این بسره ناراحت شدی؟ نه، من خودم ناراحت. آخه چرا؟ حرف بزن. خدا نکرده من سمت للگی تو رو دارم، جایی مادر تو هستم. دردتو به من بگو دخمم. میدونی من به جفر علاقمند شدم. دوستش دارم، دوستش دارم، من اونو دوستش دارم. چیجا؟ حالا بیا او درستش. بال خود طرفه، یالا بدم بریم دنبالش، خودشه. این پسر خیلی جل شقه ها، ممکنه عشق تو قبول نکنه. پس به نظر تو چی کار کنم؟ یه رای جلو پا من بذار. میخوای یه کاری کنم بیاد جلو زانو بدن و التماس بهت بکنی که عشقشو قبول کنی؟ آخه اگه تو این کارو بکنی قول میدم، ولی باید هرچی میگم گوش کنی ها. باشه قول میدم. اول باید با خودم ازدواج کنی. ببخشید خور خودی تو همیشه خواب خوشگلاره ببینید. از این طرف بسازید جاشتو درویش کن. شرم شد بکنی بابا. آخه با این خدا جونم خودم کجا بری؟ منم بخواب بیا منو اینجا تانا دادم از سلیم و والا سلام جانم ماشتاقه ببین چی میگم؟ من فعلا وقت ندارم، فردا صحبت میکنیم. برو بذار کارم برسم. گوش کن من کار واجبی باهات دارم. من با تو هیچ کاری ندارم. بله میفرمودین. این آقا هست کی؟ این آقا چیز دیگه از نزدیکانه، اسمشم جعفر گنیه. خیلی خوشبختم آقای جنی. جعفر جنی خیلی خوشبخته، خیلی خوشبخته. کمان حجی منو لازم پرزانته، یعنی که موقفی طرف ایشون. خیلی خوب الان شما رو معرفی میکنم. ببین این خانم اسمش ماریا خانمه، خواهر ناتنی رویا خانمه. از پدر با هم جدان. گوش کن، 2-3 روز وارد ایران شده. فهمیدی؟ مگه ماریا خانم کجا بودن که 2-3 روز وارد ایران شدن؟ ماریا خانم اروپا بوده، پدرش هم اروپاییه. اما خودمونی ما، تو نباید با این خانم خوشگل را بیافتی. آخه قیافت خیلی عوضی. باز با من شوخی کردی؟ ببخشید دیگه. میدونی ماریا خانم این مشمش تخته خیلی مرد خوبی، خیلی هم مرد شوکی هست. آره به پدر بزرگش رفته. باز تو با من شوخی کردی؟ ببخشید دیگه. های گارسون بیا چه ببینم. بله بفرمایید. خانم شما چی می‌خورید؟ من یکم ویسکی خور. تو چی می‌خوری؟ منم ویسکی خورم. تو چه عرق‌سگی می‌خوردی؟ من ببی از چی را می‌پرسم. یه باد ویتیز تا 4 تا 5 دیگه هم عرق‌سگی میاری با 2 پرسم کله بره. بفرمایید می‌گیرم برای کله بره. به خصوص که کچلم باشه. سلام آقا تقی. سلام کشل خان فرمایید. بله ممکنه برا به این بدبازل معرفی کنی؟ بفرما آقا رو باید چرده کچلی اینم برا خانم گیر کرده. بابا کچل رو به دیگه نبرای بارا بابا گداره میگیرم ما خودمون تو صفیم. بارا خدا روزت جای دیگه هم بارا بارا سر جفتتو بکنن الهی نفهمیدم برم خانم خوشگل. بارا بابا کچل چی میتونن جده با کچل. بله میبرم ببخشش خره. امیدوارم که کوفتتون بشه. امیدوارم که هندامتون بشه تو گلوتون گیر کنه. خاک بر سرمه من میخوندمه. شما ویسکی؟ بله میخورم. منو مشمش تختقم عرقسگی. نه منم ویسکی میخورم. آخه دوامو عوض کردم. مرا گردونتم. سلامتی. قربان شما. قربون میکنی درسته هر کی باشه از بر کجا میدونه این قد و بالا خوشگلو میدونه از حد بیار ایمان هر دنیایی دونه تو در عاشق کشی یک دایی. آخ نگاش کن نازنات نازیه توی چشمات اگه بیاد میخوام بگم من عاشق این خوشگله شدم. بفرما آقا رو. حالا دیگه برای من عاشق شده. اگه دلخوری بر بزن. قیافش نگاه 2 میلیون تومان به خوشگلی بدهکاره. با تو من شوخی کردی بهت بخشین دیگه. خب میفرمایید. اگه دوست نداری با هم فامیل بشیم از همین حالا بگو که ما اعتماد فتو که بچگی می‌کنیم. عرض داشتم. ممکنه کاش کنم. عرضش فردا باهاش قرار گذاشتم. میخوام بهش بگم که عاشقشم، دوستش دارم. جون من؟ آره. مبارکه. قربونت تو. خب دایی جون لازم رفتم، خیلی دیر شد. اوه راست میگه. تا اولش لازم بفهمی. خواهی ناراحتمون کنی؟ حسابت با کرمان خاطر بینه نفهمیدم چطور شد مثلا چه غلطه بکنی؟ الان بهت میگم با اجازه خانم ماریا بارکالله آن جفر جنی زد تو چونه کچره کچره خورمی کچره راه ملق میزنی کچره میخواد برای شه بزن بریم که هوا پسه بودو آره بزن تو کمرم خود شده بود What's کورتون شده. اون شب قرار فردا باهاش بودوش. فعلا برو سوار شو یه خودت تو برفا جفت چارکش بازی کنه تا بعد. جفت چارکش چی هست یعنی چی؟ یه چیز خوراکیه. برو بالا جونم. نه بابا خوراکی نیست دروغ گفتم. عجب آدمی. بیا. دقیقا شما هست بلا. ای بای خاک فرس برم خوشگله رو باز برم به برم بچه ها خبر بدم به نظرم امروز یا چیزی کاسب بشیم قربونش برم پولپاله خوبی به دست بیارید بای کیمون زد تو پشت فرد سلام علیکم این چه وضعیه؟ راستی کجا رو دید میزنی؟ هیچ سرکار داشتم اون دو نفر رو نگاه میکردم چرا؟ مگه اون دو نفر شاخ داشتن که تو با این وضع اونا رو نگاه میکردی؟ نه برای منظور مخصوصی داشتم ناختی های اونا رو چوب میزدم بله آره جون تو گفتی و منم باور کردم یالا رادیو فرید کجا؟ کلانتری آقا چرا من که کاری نکنم سرکار جونم من به تو مظلومم خوب منم از تو ممنونم آخه میدونی من کار دارم باید برم به کارم برسم کار تو مال شب کم خوابیدن یالا رادیو فرید تو ندیرم با خدمت داد نیستم عوضی گرم دیدی عدا در آوردم تو خندیدی بگو که دل به عشق من میدی تو مثل برف سفید اومدی تو خونه قلبم چرا به تیر نگاه میکنی نشونه قلبم تو خونه امید منی کجا روم دیگر که میپرستم جون تو روز جون خود بهتر خیلی دوست داشت یاد من دادی تو با این مغزل من میباقی من تو گرفتار من لازم آقای چیز که تو قبول از من بود یاقه من از کجا اومد و تو قولیت خیلی پسندیدی به این آقایی که من هفت دیدم شما میتندیدی جاویدی فروغ امیدی که بر دلم تابید تو خیلی زیبا بود میخواست اینجا بود تو شقاب نابید ای آرزوی من یا تفسه من تو تار فرود عمر منی که بی تو میمیرم من تا قدوس داشت و یرقی گری نمیگیرم عمر منی که بی تو میمیرم من تو رو دوست داشت و یار دیگری نمیگیرم دیدی عدا در آوردم تو خندیدی بگو که دل به عشق من میدی تو مثل برف سفید اومدی تو خونه قلبم، چرا به تیر نگاه میکنی نشونه قلبم؟ تو خونه امید منی، کجا روم دیگر؟ که میپرستم جون تو رو ز جون خود بهتر. باور کن آبتی جون، باور کن من باور نمیکردم، فکر نمیکردم منو ببره کلانسری. آخه قیافه من به دزدا میخوره. چجوره؟ پس قیافه تو هم به رئیس دزدا میخوره. خفه شو، پدرت خفه شه. خفه شو دیگه. چشم آبتی جون، خفه بشم به شرطی که تو هم منو ببخشی. خیلی خوب بخشیدم. اینطوری فایده ای نداره، با هزینه میخوام که موضوع بیاردگیش میخوام. اگه به خاطر آبتی جونم نبود بدون چیکار میکردم. غلطی نمیتونستی بکنی. بس دیگه. یه کمی تندتر برو، کار داریم، باید بریم کارخونه. خانم جون اومدی؟ آتاقی، پول تاکسی رو بده، برای جعفرم گرم کن تا من لباسم آمد. جعفر که هنوز نیومده؟ همین الان پیداش میشه. خیره خانم بفرما. قربون شما. ما هم برای خودمون کار درست کردیم، یکی نیست به ما بگه تو رو سلام مشمش تختخت، تانو زنده ای بزن. باز با من شوخی کردی؟ ببخشین دیگه، معلومش امروز خیلی سرحالی. چرا نباشم؟ کجا داری میری؟ پیش رویا خانم. نمیخواد بری، رویا با تو کاری نداره، آدم زنده که وکیل وفسی نمیخواد. باز با من شوخی کردی؟ ببخشین دیگه. گوش کن، رویا خانم الان میاد درون که با هم بریم کارخونه. نرگس، آهای نرگس. بله قربونون بله گفتنت برم. برو رویا خانم بگو آقای جعفر جنی اومده کارخونه، اگه میرین زودتر بیاین با هم بریم. بودو قربونت برم، بودو دورت بگردم. ما خوب قربونت برم چشم، همین الان. آخ مثل کبک میخرامه. قربونی شیگه درم این کارخونه. برای چی کارخونه؟ بله کارخونه چیه؟ آها برای این چیز دیگه. برای چی؟ برای این دیگه. بچه‌ام بکن حرف بزن. تو با من شوخی کردی؟ ببخشین دیگه. خیلی خوب بخشیدم. میرم از رویا خانم بپرسم برای چی میخواد بره کارخونه. ببین جعفر جنی، نپرسیدیم نپرسیدی، حالا چی خاکی به سرم بریدم. آها نرگس برو اتاق منو مرتب کن، لباسم هم بذار تو کمد. به به آقای جعفر آقا سلام علیکم. سلام از ماست رویا خانم. صد دفعه گفتم منو رویا خانم صدا نکن، اسم من رویاست، رویای خالی. خیلی خوب سلام از ماست رویای خالی خالی. نه خیر من حریفتو نمیشم، این ماریا خانمت پاک حواستو پرت کرد. آخ مدینه گفتی و کردی کبابم. خب شنیدم میخوای بری کارخونه. کارخونه؟ آره آماش تق تق کو. من نه 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 نی 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 نه نه نی 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 نه 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 نه. آقا کلید ما خودزده. باز با من تو شوخی کرده. بخشید دیگه. ببینم مگه قرار نبود با هم بریم کارخونه چیز کنیم؟ اوه چرا؟ باید برم به حساب رسیدگی. ببینم وجود نازنین منم لازمه. حتما بله. خیلی خوب چرا میزنی؟ را بیافتیم بریم. بریم. باد سیگنال بده باد بیاد. حسابت برو من میرسم. اینجا چرا اینقدر کپیسه؟ ببینم دیروز کجا بودی؟ مادرمون مریض بود قربون. اگه یه مرتبه دیگه غیبت کنی دستور میدم اخراجت کنم. خب راست میگه بادت برید، مگه حقوق نمیگیری؟ آه جمشید خان، جمشید خان، جمشید خان. چیه؟ الان خبر دادن که زنم موقع وضع حملش حالش خیلی بده، اجازه بدیم برم ببرمش مریض کنم. حالا موقع این حرفا نیست، برو سر کاره. ولی زنم داره از بین میره. اون دیگه به من مربوط نیست. من اینجا دارم سالی به 12 ماه جون میکنم و کار میکنم که زن و بچم راحت باشن. شما باید درد منو بفهمید. اگه دیر برسم ممکنه زنم بمیره. باید هر طور شده من برم برسونمش مریض خونه. اگه یه مرتبه دیگه داد بزنید دستور میدم بندازنت بیرون. به من چه مربوطه که زنت میمیره یا زنده میمونه؟ هما خانم دستور دادم به هیچ کدوم از شما به هیچ عنوان مرخصی داده نشه. غیر ممکنه هما خانم از این دستور داده باشه. اتفاقا چرا؟ درسته. این دستور از طرف من صادر شد. باور نمیکنم خانم. باور نمیکنم که شما اینقدر بی‌رحم باشین که راضی بشین زنم از بی‌توجهی شما بمیره. درسته که من فقیرم ولی یک انسانم. از اون گذشته تامین زندگی زن و بچه‌مه که منو وادار میکنه که اینقدر به شما التماس کنم. اگه زیاد وراجی کنی دستور میدم بیرونت کنم. کسی به دستور شما اهمیت نمیده. این کارخونه صاحب داره. صاحبش هم خیلی انسانی. خیلی. ولی طبق دستور پدرت من همه کار این کارخونه هستم. من به این حرفا اهمیت نمیدم خانم. ممکنه در اثر وسوسه شیطانی تو این کارو کرده باشی، ولی حالا به اشتباهی خودش پی بردی. سرکار بهتره عوض این دخالتای بیجا به فکر شوهر فلجتون باشی. خیال میکنی اگه به کارگرا مهربونی کنی تولید کارخونه بالا میره؟ نه جونم، اشتباه میکنی. باید اینا به اندازه مزدی که میگیرن کار کنن. البته خانم ولی با انسانیت. بله. کارفرما باید یک کمی راه داشته باشه خانم جون. من موقعی که آفریقا بودم اوخیشتی آمریکا. آره آمریکا بودم. آمریکا چی نبل اروپا بودم. آدیسی بابا. بله. اونجا رئیس 34 کارخونه بودم. نمیدونی کارگرا چقدر دوستم داشتن. این مشمش تختقو با دستای خودم کفن کردم اگه بخوام دروغ بگم. بابا من شوخی کردید. ببخشید دیگه. خواهش می‌کنم شما دخالت نکنید. خیر کردی جعفر خان. اتفاقا این منم که باید دخالت کنم. مگه شما آدما چی دارین که اینو ندارن؟ اینا ممکنه فقیر باشن ولی چیزایی دارن که خیلی از آدما ندارن. بله اینا وجدان دارن، شرف دارن، انسانیت دارن. اینا جون میکنن، عرق می‌ریزن تا سفره شماها رنگین بشه. اینا فقط گناهشون اینه که فقیر و کارگرن. چرا این حقیقت رو قبول ندارین که امروز دنیا رو کاکاره کارگر میکرده؟ ببخشید آقای جعفرخواه آب چیه بعد نبسن؟ برو دیگه خفه شو. برو جونم خانم تو ببر بیماری. خدا عوضتون بده. صبر کن. اینجا ممکنه من فقیر باشم ولی گدا نیست. آه نه، به عنوان یه قرض شرافتمندانه قبول کن. بیا. خداوند هیچ وقت این خوبی شما رو فراموش نمیکنه. حسین تو رو پای تلفن میخوام. بریم. قانون که اجازه دادن برو دیگه. دیگه همه چی تموم شد. اون دیگه به کمک من احتیاجی نداره. چی شده؟ اون مرد. زنم مرد. میدونی عزیزم رویا هنوز بچه است. تو نباید از اون دلگیر بشی. جعفر چی؟ اونم بچه است؟ اون مهمان ماست. نمیتونم بهش چیزی بگم. از این گذشته جعفر پسر خوبیه. فکر نمی‌کنم اینطورام که تو میگی نسبت به تو جسارتی کرده باشه. جسارت از این بالاتر که جلوی کارگرا آبرویی برای من باقی نذاشت. اصلا میدونی چیه؟ من آدم بدبختی هستم. من باید به تمام فامیل تو احترام بذارم ولی تو کوچکترین توجهی به من نداری. برای من شخصیت قائل نیستی. حق با توه. من باید روی این مسائل بیشتر توجه کنم. در هر حال من از طرف اون هستم معذرت میخوام. جعفر تا چند روز دیگه برمیگرده اروپا. الانم که برگشت وادارش میکنم ازت معذرت بخوام. نه این کارو نکن. من حوصله روبرو شدن با اونو ندارم. میدونی من حاضرم به خاطر تو هر کاری بکنم. تو نمیدونی چقدر وجودت برای من عزیزه. من حاضرم هر پیش آمد و بدبختی رو تحمل کنم ولی تو احساس کوچکترین ناراحتی نکنی. از اون گذشته نمیخوام فردا شب تو جشن تولد رویا جون کدورتی وجود داشته باشه. باریکالله. فکر نمی‌کردم اینقدر عاقل شده باشی. این قضیه رو فراموش کنی بهتره. ضمناً تو باید فهمیده باشی که من چقدر تو رو دوست دارم. نباید لحظه‌ای منو تنها بذاری. زندگی من بدون تو ارزشی نداره. حسرت جدایی از تو برای من به منزله 1 سال. ببینم رویا و جعفر کجا رفتن؟ به نظرم رفتم برای فردا شب خرید کنم. بچم پسر این بسم الله هم پایین. ببینم رویا هم رویا مگه شما جمع نمیخوای؟ چرا بس بیا جناب آقای جعفر جنی بی جعبه ها رو بگی من برم شن بخرم بیام. بیا دیگه بیا بذار تو ماشین بعد برو عجب آدمی ها. میگم جعفر آقا اگه ناراحتی اونا رو هم بی بذار این رو بیا ده. چون خیلی دوست دارم رو تو زمین نمیندازم. بیا بابا جون بیا. بابا رو تو برم تو سنگ پای قزوینه رو بردی؟ چقدر حرف میزنی رابیه پسر؟ توف به اون رودی بیا. آقا رو اینه میمونه سال بیا نرگس جون اینا رو ببر اونجا بودو گرونه دارم به جا مشمش تختب جعفر آقا بکم ماشین رو بیاریم خیتونه جهش خانم مشمش تختب چه بینم دیگه اینجا دیگه چه مرگت لابد بازم میخوای مسخره‌بازی در بیاری. من میخوام امروز هما رو تعقیب کنم ببینم کجا میره یه چیزی دست بیرون بشه. باریکالله فکر خوبیه. تو سرش گرم کن تا من ترتیب کارا رو بدم. برو زودتر مسئله‌اش کن. برو اینا. اوه احمد مگه کوری چشاتو واکن. این چه جور رفتنی؟ حالا این چی شده؟ چی میخواد بشه حیف خانم؟ بارها بهتون تذکر دادم با کارکنای منزل کمی مؤدب‌تر رفتار کنین. آتقی از بچگی تا حالا به خانواده ما خدمت کرد. بهترین سالهای زندگیشو به خاطر ما از بین برده. همه اونایی که با ما سر و کار دارن، حتی من و پدرم به اون احترام میذاریم. و تو هم مجبوری بهش احترام بذاری. فهمیدی؟ آدم باید احترامش دست خودش باشه. ضمن تو هم بعد از این مواظب حرف زدنت باش. من دیگه از طرز حرف زدن و توهینایی که مستقیم و غیر مستقیم میکنی خسته شدم. کاری نکن دست به عملی بزنم که شایسته یه مادر نیست. من شرم دارم از اینکه تو مادر من باشی. مادر من زن نجیب و عفیفی بود، درست برخلاف تو. اگه یک مرتبه دیگه بخوای خودت مادر من خطاب کنی اون دندوناتو خرد میکنم. فهمیدی؟ هیچ حال کار دارم. خیشه. من نمیدونم از این خونه این چی میخواد. مثل کنه چسبیده به این خونه خانم. ببینم پس جعفر کجا؟ رفته تو صندوق عقب ماشین هما. اونجا چی کار میکنی؟ گفت میرم دنبالش شاید چیزی دست گیرم بشه دیگه. بدکاری کرده میترسم یه بلایی سرش بیاد. نه ترس بادمجون بم آفت نداره. بی خود نیست که بچه ها بهش میگن جعفر جنی. کجا بودی عزیزم؟ ما یه ساعته که منتظرتی. با اون پیرمرد احمق صحبت می‌کردم. راضی نمی‌شد از خونه بیام. ببینم عبدی جو چرا اوقاتت تلخه؟ با رویا هستم. دختر فرو تو هر کاری دخالت می‌کنه. قصه نخور عزیزم. فردا شب از دستش راحت می‌شی. قدری که پولدار بشی. ببینم این کلاکی کار دختر کنده بشه، صعب بعد چقدر میشه. که فقط به فکر پول باش. پول. بچی یعنی می‌خواد به فکر تو باشه. آخه عشق بعد عزیز بعد فقط پوله. من فقط در مقابل استقلال تو هستم. بس گوش کنین تا نصر براتون تشریح کنم. تو ویلاسای رویا و پدرش سن میرسن. حواست جشن حال اونا به هم میخوره، یعنی سن تاثیر خودشو کرده. اون وقت وظیفه شما 2 نفر شروع میشه. باید پدر و دختر رو برسونیم بیمارستان، البته با کمی تاخیر. باید وقتی برسن به بیمارستان که نفس کشیدن یادشون رفته باشه. حالا فهمیدی بچه قباوشا برای بخو عالی عزیزم. تو در نقشه کشیدن دست شیطون از پشت بستی. من و تو با هم ازدواج میکنیم، با پولی زندگی خوبی رو شروع میکنیم. اون وقت منم صاحب خودم رو بگیرم و گورم رو گم میکنم. جماب عشق آبجیبا بده. داره از خوشحالی تمام بدنم میلم. اجازه بده دستتو ببوسم. طرف دست برم ببوس. خوبه شوقه کردم دلخوار نشه دیگه. خب بریم باید مقدمات کارو فراهم کنیم. یالا بزنی بریم. شما جلو بریم منم از عقب سر بیا. دخترم. تبریک دخترم. خیلی متشکرم. قربونه. تبریک میگم. تبریک میگم رویا جان. مشروب بیارین. متشکرم. خب حاضرین؟ خب علاوه خیالت راحت باش عزیزم. گوش کنین از جعفر آقا جنی به ترمه رویا خانوم خواهش میکنم به افتخار امشب دو دون ما رو مهمون کنم. متشکرم جعفر آقا، خیلی عالی بود، باور کنی کاری نکردم که تشکر میکنی. آخه ناسلامتی تو دختر دایی منی، باید مواظبت باشم. گرگا رو دور و بر خودت نمیبینی؟ از گرگم بدتره. این پسر مثل سگی که از گله مواظبت کنه، مراقب دختره. تا وقتی هم گورش از اینجا گم نکنه، ما به مقصودی که داریم نمیتونیم برسیم. من که فکر نمیکنم جعفر با فخرالدین نسبتی داشته باشه. از طرز حرف زدن و معاشرتش هم معلومه که پاش از دروازه تهران بیرونم نذاشته. پس حتما کلکی تو کارشه که بیگه فرنگستون بوده ها؟ تو خفه شو. چی شد عبدی جون؟ بازم که جوشو بردی ها؟ من از خودم خجالت میکشم که یه همچین برادر بی عرضه‌ای دارم. به نظرم باید سهم تو رو به کسی دیگه ای بدم. بله، به یه آدم با عرضه، به کسی که بتونه بفهمه جعفر کیه و چی کاره. بله درسته. تو خدا من پول جداب نکنه، آقا من گریم بگیره. قول بدم تو همین یکی دو روزا تای توی قضیه رو در بیارم. دیگه یک دقیقه ازش قافل نمیشم، هر جا بره مثل سایه تعقیبش میکنم. خیلی خوب، بودو بینم چی کار میکنی. قربونت دو خواهر قلبی و خوشگلم برم. خدا برم من رفتم که رفتم. اینا رو دید زدی آخ بسن بس ها چه مربوطه تو سر جد بشی کارته بکن بینم بازده برو به سلامت برو برو شما خدایا باید چی کار بکنم بهترتر اینه که برم بقاله بپرسم اینجا خونه کیه مادر آقای دکتر خیلی به من محبت دارن میخوان از امروز تو رو معالجه کنه خیال نمی کنم این کار فایده ای داشته باشه مرض من خوب شدنی نیست تو فقط مواظب اون دو تا بچه باش این حرفا چیه خانم؟ امروز هیچ مرضی نیست که درمان نداشته باشید مطمئن باشید که حالتون خوب میشه اجازه بفرمایید معاینتون کنم زیاد مهم نیست خانم پس از با جعفر جدی بله بعدش هم مجبور شد بلیط فروشی بکنه اما چی؟ اما به نظرم اون 3 سال تموم شده و تصدیق رانندگیشو بهش دادن چون چند روز شوفر اون ماشینه شده اینطور که میگن اربابش هم خیلی پول داره بله ولی که حالا دیگه تعریف کن مطمئن باشید با 3-4 تا نسخه حالتون کاملا خوب میشه از روز اولم بهتر راست میگی دکتر جون بله زیاد چیز مهمی نیست دیدی مادر دیدی چیزی نیست ازت متشکرم دکتر الهی قربونت برم مادر جون مادر اینطور که دکتر میگه تو تا چند روز دیگه کاملا حالت خوب میشه خدایا شکرت مادرم 2 مرتبه خوب میشه در از خوشحالی گرگم میگیره دکتر جون چرا میلرزی؟ یخ کردم عمو جون دلم برای تنگ شده بود عمو جون قربونت برم من میشه عمو جون قربون هر دوتاتون برم دیگه یه جوری یه دست لباس خریدی خوش به حاله من دیروز خیلی گریه کردم عموجون چرا؟ بچه‌ها تو مدرسه مسخره‌ام می‌کردن آخه چرا؟ کفشمو نگاه کن سوراخ آب میره توش پام یخ میکنه منم مسخره کردن عموجون میدونی واسه کی واسه این که شلوارم وصله داره چشم همین امروز براتون میخرم عموجون همه بچه‌ها برای عیدشون لباس دارن میگن پدر و مادرمون برامون خریدن ولی ما که پدر و مادر نداریم کی همچین حرفی زده شما هم پدر دارین هم مادر ما اونا تو این دنیا نیستن رفتن رو آسمونا هر چی بخواین از اونجا براتون میفرستن عمو جون تو برای عیدمون لباس نمیخری؟ چرا میخرم هر چی بخوایم براتون میخرم من جونم مال شما هست هر چی دارم مال شما هست قربونت برم عمو جون منم قربونت برم بفرمایید اینم نسخه بهتره هر چی زودتر دواهاشون رو تهیه کنید بفرمایید مرسی دکتر قربون دستت خوشی بچه خوشی خب مادر من میرم دکتر رو برسونم و نسخه شما رو بپیچم و بیام پس این دورها بله راستی بینم چرا با من اینقدر جواب سوال میکنی با تو هستم خب معلومه اون اومده بود خواستگاری خواهره بعد برم مجبورم بفهمم داماد کیه با چی کاره هست پس موضوع عروسیه بله بینم مارم دعوت میکنی بله بی شما که صفایی نداره قربون شما خب خداحافظ شما مرمت زیاد ببخشینا پول ماستا که خوردین یادتون رفت مرحمت کنین پول همراه نیست به نظرم جیب برا جیبم رو زده باشم هیچ ناراحت نشو شب عروسی که اومدی اونجا با هم حساب میکنیم خب پس یه دقیقه تشریف بیارین اینجا چش کلامو به هم نداری نه خاطر جمع باش فرمایشی بود برای اینکه شب عروسی یادت نره چقدر ماست خوردی یه دقیقه اینجوری نگاه کن جوی من نگاه کن تو رو نگاه کنم اوه مفخوری عادت کردی خجالت از اون هیکل گندت بکش برو کار بکن سرت کنم بیبره من باز برون خب ادامه بده. بله اسمش جعفره ولی بهش میگن جعفر جدی. بلیط فروش دورگردیه که 3 سال به خاطر کشتار یه اسب از رانندگی محروم بوده. از مادر مریض و 2 تا بچه های یتیم برادرش هم نگهداری میکنه، حمید و حبیب. اگه دلتون بخواد میتونم تارچه ایل و تبار و جد آبانش هم براتون بگم. من فکر نمی‌کردم اینقدر زرنگ باشی. این همه اطلاعاتو چجوری به دست آوردی؟ به آقا دایید میگن آقا بوستنگری، به زبون ژاپنی یعنی بوستن زرنگ. هر جرب مثل سایه تحقیبش کردم تا اینکه با دکتره رفت تو خونه‌شون و برم شروع کردم به فعالیت. از بقال، از چقال، از در و از سایه پرسجو کردم تا اینکه فهمیدم یارو چند برده حلاجه. ولی میدونید چقدر خرج این هیکل شده؟ چقدر؟ همین جمشید خانو تو گور گذاشتم با این باستا 1000 تومن. بدید به من زودتر گورم و گفت. آخه مگه چیکار کردی؟ همشو دادم به اونایی که این خبرها رو بهت دادم. همشون پول میخواستن علکی که نبودش. آفیشو بهش بگو. پول دادی یا ندادی مهم نیست. این خبرها 100,000 تومن هم بیشتر ارزش داره. بالاخره این پسره رو شناختم. عجب حقه‌ای خوردی. پسره لات آسمون جلو به نام خارزاده یارو به همون جا زدن. بر از همون روز اول فهمیدم که این جعفر جدی قلابیه. باید فوراً دست به کار بشیم. چه روزی ترتیب کارو میدیم؟ روز جمعه. کارخونم تعطیله. تام فوراً برو بچه‌ها رو خبر. موافقم. روی لباتو اون گونه ها تو میخوام ببوسم که چون برگ گل روی برخواب شده. من بی نگاهی اون چی سیاهی آمد تو دلم، اسم اون دلی تو به اونجا افتاده. تو حالم ببین عشق مکن تنها زنی که خوبه اینجا دیدم اگه تقا تو حالم ببین عشق مکن تنها زنی که خوبه اینجا دیدم اگه تقا. تو که دوست منو داشت رسونه تو اومد خیلی زود به من گفت منو دوست بداره. تو بیا که بوسم لبهایت تو آتش که بسوزم از آن تو شمعی دوباره. من باشون رفتم. برای چی؟ به نظرم برای تصفیه حساب. پدرتونم گفت شما زود برید پیشش. بله آتقی کجاست؟ رفته خرید. یالا زود باش را بیار. چش گرفون اون شکل باحت برم هیچ سردر نمیارم. چه پدرم این کارو کرده؟ من یه اتفاقی افتاده. بدونم بالا تابسکی نگردم. بفرمایی بالا. بسم بریم کار کنه. بریم سراغ این دخمره ببینیم درش مزیه. نرگس جون بیا این سبده بگی. بیا قربونت برم الهی. چرا اینقدر خریده طول کشید؟ دلت برام تنگ شده بود عزیزیمون. دلم برات تنگ نشده بود. میخوام شکایت اون چکله رو بهت بکنم. مگه چیکارت که قربونت برم الهی؟ ما چم کنه؟ میخواد مالیات کنه؟ پدرش رو در میارم. میخواسته نامزد منو ماچ کنه. مگه اون قول نده بود که دور برتون نپلکم؟ آی ندسکش. حالا کجا رفت خودت؟ رویا خانم بر کارخونه. مگه عقلت کم شده دختر؟ امروز روز جمعه از کارخونه تعطیله. من دیگه نمیدونم. هما خانم و جمشید خان با آقا رفتن. همین الانم روی خانم با اون چکله رفت. ای داد بیداد نکنه کلنگی تو کار باشه. ببینم جعفر آقا کجا؟ هنوز نیامد. حالا چه خاکی به سرم میریزم. جهنه چیا یا چیز قاطیش کن. باز همه شما کردی؟ ای بابا ببخشین دیگه. خب حالا حرف بتا بزن چی شده؟ هما و جمشید آقا رو بردن کارخونه. اون کچلم رویا خانم برده. سوار شدم سوار شد. من برای همینه که میگم حالا خیال خودت میخواستی منو اخراج کنی. این پسری احمق دورگردو به اسم خواهرزادت وارد خونه کردی که منو مسخره کنه. به دخترت سپردی هر طور دلش میخواد با من رفتار کنه. چرا؟ فکر کردی من زر خریدتم، کنیزتم، عاشق اون پاهای فلجتم؟ میدونی برای چی قبول کردم زنت بشم؟ به خاطر اینکه روزی تمام ثروتت به من برسه و حالا اون روز رسیده. باید زیر اون ورقه رو امضا کنی. با امضای تو من صاحب ثروتت میشم و تو در به در خیابونا. اگه پاهم قدرت داشت بلند می شدم با همین دستام خفت می کردم. ولی من قدرتشو دارم. بیرون اون ورقه رو امضا کن. خفشون نمک به حروم. جا خوب الحمدلله رسیدی. بفرمایید. لبی گفتی ها بپر بودی. این خانومه کی بود؟ امضا میکنی یا نه؟ شما ارزش دوتی یه تومنی هم نده. بزنش. پس کجاست؟ به نظریات من فکر میکنم تو همباره باشم. بریم. بسای خاله بگاشته. امضا میکنی یا نه؟ تو پسترین موجودی هستی که تو عمرم. بزنش. چه کار میکنی؟ دخترم. پس تو الان به پلیس تلفن میکنم. سکونه خوبینه. به نظرم داریم به موفقیت نزدیک میشیم. فکر نمی کنم هیچ پدری راضی بشه دخترشو در چند قدمی مرگ ببینه. منظور چیه؟ زیر اون ورقه رو امضا کن. قبول نکنی پدر. اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. به تهدیدشون ترتیب اثر نده. ببندینش. بگی بیار. برام کنید. برام کنید. ولش کنید. ولش کنید. ولش کنید. ولش کنید. شرم. رفتم تو مگه اتفاقی افتاده؟ به نظرم منم اومدم. پدر مقاومت کن. اینا نمیتونم از قانون فرار کنم. معلوم میشه به جون دخترت علاقه ای نداری. به نظرم تو انبار باشه. برو بیا بیا دیگه. از تو برو. بهش بگو زیر اون برقه را امضا کنی. سب کنید ماریا. ماریا تو اینجا چیکار میکنی؟ دیگه ماریا وجود نداره. اسم ایشون رویا خانم آقای بلیت فروش. توی رویا چرا به من دروغ گفتی؟ چرا برا دست انداختی؟ مگه من به تو بد کردم که این بلا به سرم آوردی؟ حالا که فهمیدی معشوقت قلابیه برو بیرون. تو این ماجرام دخالت نکن. تو خفه شو. اونم بده کنی. اگه یه قدم جلو بذاری صورتشو به کلی از بین میبرم. بندازینش بیرون. بلم ای خدا که رب جبونم با تو بیختر پیدا میکنه. بهتر من قایم بشم. خودم به خودم راستی گفتم به سینکه شب کنیم. حاضری معاملهی بکنیم. برا بابا اداره پلیس. راه دیگه به نظرت نمیرسه عزیزم؟ چرا؟ فقط یه راه وجود داره. باید مادر و برادرزاده های جعفر رو بدوستیم. این کار خیلی خطر داره. ببینم اونها رو برای چی میخوای؟ برای به دست آوردن ثروت آقای فخرالدین؟ نه به بابا، مادر و بچه های یارو به ثروت آقای فخرالدین چه مربوطه؟ الان براتون تعریف میکنم. تعریف کن ببینیم. اینو میدونین که عشق آدم رو وادار میکنه تا از زندگیش چشم بپوشه؟ اونو که بله خود برم همینطوری هم هر وقت عاشق میشم تمام ثروت پدری رو نفله اون طرف بکنم. تو ببینی اگه دروغ بگم. رویا حاضر شده تغییر قیافه بده تا مورد توجه معشوقش قرار بگیره. من قول میدم برای اینکه نشون بده عاشق فداکاریه، به خاطر نجات مادر و برادرزاده های جعفر پدرش رو راضی کنه ثروتش رو به من ببخشه. میگم که جدا که خیلی کلکی. تو قبل از اینکه خواهر من باشی شیطون نبودی. این کله را که بکنی جون این کله را که بگو شیطون نبودی. وقتی ثروتمند شدی منو میشناسی. خب عزیزم نقشه چیه؟ الان برات تعریف میکنم. دیگه حتا حبیب جان تا کسی نایمده به جمزور باشه. خیلی خوب. رفتم که رفتم خیلی چیه داره بیزنه باده دادا با سلام سرمایه چی داشتی؟ خیلی ببخشید. ببینم مادر جعفر آقا هستم. بله برو بگو مادر بیاد. رفتش بگه بیاد. چرا برای این طوری نگاه میکنی بچه؟ بشی ببینم. بفرمایید. چشم نشستم. چطور بگه؟ تو چرا کلت اینطوری؟ خب کچله دیگه خدا کرده من چیکار کنم؟ خود بزداری کچلت کنم. باشه. فرمایشی داشتین آقا؟ اولا سلام فرو. به من میگن محسن کچل، یعنی به زبون ژاپنی محسن زرنگ. با جعفر آقام خیلی رفیقم. خب حالا کاری داشتی؟ والا یه اتفاق بدی افتاده. مجبور شدم، یعنی مجبور بودم بیام به شما خبر بدم. آخه شما از سلامتی مادرش. وای خدای من، برای جعفر اتفاقی افتاده؟ بله. ناراحت نشی، زیاد مهم نیست. تصادف کوچولویه. تو رو خدا حرف بزنی به سر پسرم چی اومده؟ دوری نشده خانم. پای چپش، یعنی ببخشید پای راستش یک کمی ضرب دیده، یعنی شکسته. ما مجبور شدیم ببریمش مریضخونه بستریش بکنیم. وای خدایا دیدی که خاکی به سرم شد. حالا چی کار بکنم؟ ببینم میتونم بیام باهات؟ حالا چرا نمیشه؟ حتما بتونیم. بفرمایید سوار شید. بفرمایید خواهش میکنم. یه بغل دایی جون ببرمتون پیش ابو جون. نباش دخترم، قول میدم خودش برگرد. پدر من جعفر رو خیلی خوب میشناسم. اون جوونی یه دنده ای محاله که برگرده. ممکنه منم در جوونی همینطور بودم، کل شق و لجباز، فقط به خودم متکی بودم. بالاخره موفق شدم. این ثروت حاصل دسترنج خودمه. درسته آقا، خیلی زحمت کشیدم. خانم تلی بله خودمم. گوش کن، مادر و برادرزاده های جعفر اینجا هستن، تو باغ خودمون پیش ما. اگه به سلامتی اونا علاقه‌مندی، اولا نباید به پلیس اطلاع بدی، دوما باید پدرت رو راضی کنی ثروتشو به من منتقل کنی. خودت موافقتشو برام بیار. شده دخترم؟ اونا مادر و برادرزاده های جعفر رو دزدیدن. منظورشون از این کار چیه؟ ما میگفت شما باید ثروتتون رو بهش منتقل کنید. نه این غیر ممکنه. بهتره به پلیس اطلاع بدیم. نه این کارو نمیکنم. اونا رو میکشم. پدر من جعفر رو دوست دارم. اگه بلای سر مادرش بیاد خودشو از بین میبره. این برام از غیر قابل تحمله. پدر میگی چیکار کنیم دخترم؟ نمیدونم. بهتر خودم باشون تماس بگیرم. اونا تو باغ خودمونم. شاید بتونم با دادن مقداری پول راضیشون کنم که دست از سر اونا بردارم. ببین آتقی، هر طور هست جعفر رو پیدا کن و جریان رو بهش بگو. فکر میکنیم الان کجا باشه؟ تو همون کافه من بینی بیدردی. او باسم برو پی کارت. من با آدم های دروغ و قباز کاری ندارم. چی شو؟ باز تو با من شوخی کرده این؟ ببخشین دیگه. تو آخه چرا اونو به اسم خواهر ناتانی رویا به من معرفی کردی؟ چرا باعث شدی که بهش علاقمند بشم؟ چرا؟ واسه این که رویا خانم تو رو دوست داره، عاشقت این. پول دارا عشق سرشون نمیشه. اونا میتونن همه چی رو با پول بخرن. عشق فقط بین ما فقیر بیچاره هاست. بین ماست که نه پول داریم و نه آشیونه ای. بله ما هستیم که عقل و قلبمونو با هم میدیم. حالا نمیخواد نقطه خطابه بکنی. بلند شو راه بیو. مادر و بچه های برادر در خطرن. چی؟ اونا در خطرن؟ چی میخوای بگی؟ هما و دار و دستش مادر و برادرزاده‌ها رو دزدیدن بردن تو باغ آقا، همون جایی که یه دفعه خودت زاختیاشون رو جور زدی. از این کار چه استفاده ای میبرن؟ به رویا خانم تلفن کردن که پدرش رو راضی کنه که ثروتشو به هما ببخشه. حالا رویا خانم رفت اونجا که به مادر و برادرزاده‌ها آسیبی نرسونن. سعی کی باشن از این غلطا بکنن. من رفتم اونجا، تو هم فوراً به کلانتری خبر بده. بدو. خیلی خوب، منم خودم فوراً میرسونم اونجا. ولی بچه ها خیلی میترسن. شما هیچ میدونین اگه پلیس بفهمه چه مجازاتی در انتظارتونه؟ ناراحت نباش، پلیس متوجه این موضوع نمیشه چون کسی بهشون خبر نمیده. بهتره بریم سر اصلمون. بله بهتره سر حتی موضوع. ببینم برقه رو آوردی؟ گوش کنید، من حاضرم 7,000 تومان بدم به شرطی که شماها بذارین اینو از اینجا خارج بشن. من که بابا موافقم. قطعی شو. چرا؟ 7,000 تومان بیده. این 3 نفر برای ما بیشتر ارزش دارن، یعنی به اندازه ثروت پدر. اگه میدونی معاملمون نمیشه بهتره خودت خسته نکنی. همین کس نگرد. من 500,000 تومان میدم. آیده ای نداره. چرا؟ ضرر میکنیم. درسته؟ آخه چرا؟ خیلی هم خوبه. باور نمیکنم چرا قد قیمت رو بالا ببره. باز حرف نزن. باز که جوشا با دعبتی جو. آزادی اینا فقط یه شرط داره. اونم منتقل شدن ثروت پدرت. من برای اینجا چیکارم بکنی؟ زحمت کشیدی. مادر. دوست دارم. عموجون. بیار کن. کثافتکاریای خودتون کمه که مادر منم آوردین اینجا. خب رویا خانم تصمیم بگیر. جون 4 نفر در خطره. ما را قاطی خودتون نکنید. ما آدمای باشرفی هستیم. با شما از زمین تا آسمون فرق داریم. اگه خفه نشی با یه گوله راحتت میکنم. افتیل کشیدن به روی آدمی بی‌دفاع کار زنه. خفه شو. یواش بچه مردمو کشت. ولش کن، ذلیل بودی. خدا مرگت بده. خفه شو مادر فولاد داره. وقتی پول در میون نباشه برای من هیچ فرقی نمیکنه. تو رو میکشم. زود باش، تصمیم خودتو بگیر. اونا هستن. بی حرکت، از دست بنداز. اگه به زندگی این دختر علاقه منجید از جاتون تکون نخورید. رویا به خاطر ما خودشو به خطر انداخت. بسرم برو زودتر نجاتش بده. برو. چشم مادر دامو کنم. بیای تو بالاخره کارو کارتو کردی در از لبده هو. مریم را بیفتی. من که تصدیب از گرفتم. ببینید که من تفنگ دارم نه کفنگ دارم. برای همینه که بیگناهم. این خانومه منو گول زد. به جان شما یه آبجیز منو گول زد. خاک مسخره‌ت کنم. آبجی جون که باره انداختی گوشه است. خفه شو. یالا. برکلا. برم کنید، برم کنید. بالاخره میکشمت. رابیا پسرم، مادر پسرم، طوری نشدی پسرم؟ نه مادر جون، خدا من دوست داره. دل ما رو شکست، ولی ما با خدای خودمون عهد کردیم که این کارو نکنیم. چی میخوای بگی مادر؟ نگاه کن، اون دختری که داره میره برای ما خیلی فداکاری کرده، میخواد زندگیشو از بین ببره، ثروتشو فدای ما بکنه. من اطمینان دارم که تو این دنیا فقط دلش به تو خوشه، فقط تو رو دوست داره. نه مادر. چرا؟ قسم میخورم تو حرف مادرتو زمین نمیذاری. صداش کن، صداش کن. رویا جعفر، رویا رویا جعفر، من به تو افتخار میکنم. دوست دارم. برای من بلا مشروع بندم اونا با هم روز عروسیرم قرار گذاشته باشم. اگه رویا دختر منه قول میدم که مراسم عروسیرم به عمل بکنه باشم. اینو دیگه فکر نمی کنم. رویا 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 دخترم چرا اینجا خوابیدی؟ موضوع چیه عزیزم؟ اون یارو کجاست؟ نمیدونم. خبر مرگش رفته تو اتاقش، درم از تو قفل کرده. هیچ غلطی هم نتونستم بکنم. آقا لعتن آقا بای بای جانو تو رو باسته الو جانو باسته الو باش بخورم الو تو خوشی چشم سلام علیکم سلام خجالت میکشم موجود بگم از چی خجالت میکشید؟ بگین خواهش میکنم.